TS نیمو اپلیکیشن منیجر برای شما دمو میکنم، فیچر جدیدی که در ترمینال سرویس 10 سرور 2008 سرور قرار داده شده توسط مایکروسافت برای شروع در قسمت سرور منیجر در بخش رول در گزینه اد رول انتخاب میکنید و ویزارد نکس رو جلو میدید و گزینه ترمینال سرویس رو انتخاب میکنید، تیک میزنید و نصبش میکنید. بعد از نصب در قسمت Administrative Tools Terminal Services گزینه به نام TS Remote Application Manager اضافه شده که جدید هست و بعد از اجرای اون شما Terminal Service Remote Application Manager رو خواهید داشت. توسط Terminal Service شما میتونید اپلیکیشن هایی رو به صورت ریموت برای افراد و یوزر های ریموت دسکتاپ در نظر بگیرید تا بتونن از طریق ریموت دسکتاپ به اون متصل بشن و از اون استفاده بکنن. برای درک بهتر این قضیه یک نمونه مثال کوچیک رو در این ویدیو برای شما میزنم. گزینه Add Remote Application Program انتخاب میکنید میزاد و جلو میریم با هم. در اینجا لیست اپلیکیشن هایی که میتونید به صورت ریموت به یوزرها بدید و مشاهده میکنید. به صورت بروز هم میتونید استفاده بکنید. من از بروز استفاده میکنم. آی پی سرور ریموت رو بهش میدم. $30 ویندوز. سیستم CO2 کامند انتخاب میکنم. cmd.exe فینش. بعد از انتخاب کامند شما میتونید بر اون رایت کلیک بکنید و گزینه create rdp فایل رو انتخاب بکنید تا یک فایل rdp از این ابزار بسازه در آدرسی که مشاهده میکنید. خب در این بخش میتونیم پورت هم تغییر بدیم. من به دیفالت برنامه دست نمیزنم. بعد از ساختنش فایل RDP رو در آدرس قرار میده. من این فایل رو کپی میکنم و در آدرسی که برای یوزرهای شبکه قرار دادم اونو پیست میکنم. بعد به کلاینت میریم. شورتکاتی دادم به همون آدرس شیر شده بعد روی سرور فایل مشاهده میکنم اجراش میکنم. پسورد وارد میکنم تا از طریق اون پسورد اون کامند بعد روی سرور اجرا بشه. cmd.exe بعد روی سرور ریموت از طریق کلاینت 7 ویندوز 7 باید اجرا بشه. همونطور که مشاهده میکنید بعد روی کلاینت 7 کامندی رو دارم که به صورت ریموت بعد روی سرور 192.168.133.141 اجرا شده. آدرس فایلم در این بالا میشه مشاهده کرد با توانایی یوزر ادمینستریتور. خب این کامند کاملا مشخص هست که به صورت ریموت فعالیت میکنه. اگر دستور هاست نیم استفاده بکنم نیم سرور ریموت رو برمیگردن. در نتیجه این کامند تمام فعالیت هاش بر روی ریموت سرور هستش و اگر کامند لوکال کلاینت رو استفاده بکنید و دستور هاست نیم بزنید این کامند بر روی سیستم لوکال فعالیت داده و این کامند بر روی سیستم ریموت. برای آشنایی بیشتر شما در ریموت میتونید در حالت ریموت میتونید ویندوز 5 رو اجرا بکنید. فایروالی که بالا میاد فایروالی هستش که مال سرور ریموت هست و کاملا از این باند رول یا اوت باند رولش میتونید متوجه بشید که رول های اکتیو دایرکتوری رو داره و این کنسول کاملا به صورت ریموت هست و شما از این طریق میتونید هر نرم افزاری رو که میخواید بر روی سرور ریموت اجرا بکنید یا اگر میخواید نرم افزاری بر روی سیستم
فیچری رو باید روی سیستم ریموت یا دستینیشن خودتون اجرا بکنید، از دستور سرور منیجر سی ام دی میتونید استفاده بکنید، کوئری بگیرید و همطور که مشاهده میکنید مواردی که به صورت سبز رنگ هست اجرا نصب شدن و مواردی که به صورت سفید هستن نصب نشدن. میتونید از دستور اینستال استفاده کنید و موردی رو انتخاب بکنید برای نصب شدن. این مورد یکم زمان میبره. خب همطور که مشاهده میکنید 100% نصب شد فیچر بکاپ که در اینجا مشاهده میکنید انتخاب کردیم، به سرور برمیگردیم، سرور منیجر سی ام دی کوئری رو میگیریم. همطور که مشاهده میکنید به صورت ریموت ما این فیچر رو بر روی سیستم سرور 2008 نصب کردیم. مورد دیگه که بر روی TS Remote Application Manager وجود داره به غیر از RDP فایل، شما امکان اینو دارید که اینستالر پکیج هم بسازید. برای این کار کافی که انتخابش بکنید ویزاردی که به شما میده و اینکه شورتکات مورد نظر شما رو بعد روی دسکتاپ و استارت منیو ایجاد بکنه. به کلاینت برمیگردیم، امیدوارم فراموش کردم کپی کنم. باجه فایل MSI به صورت ستاپ برای سیستم کلاینت نیست، امکان نصب ابزاری که به صورت ریموت دسکتاپ فعالیت میکنه هم هست. همطور که مشاهده میکنید کامند رو به صورت شورتکات و در اینجا به صورت ریموت پروگرام ایجاد کرد. با تشکر از شما که به این ویدیو توجه کردید.